بندبازی رقابتی که میخواد به گروه شما فرصت دیده شدن. گروه یه تاکید بذار امید جان. کجا داره میره؟ یه لحظه میشه اولی تو بگیریم. چی شد؟ فعلا اینو بریم. مصاحبه اینستاگرامیمون رو با میزبان برنامه شروع میکنیم. آقای حاجیلی. خیلی پر انرژی و پر هیجان هستن و قرار به تمام سوالات شما پاسخ بدن. مطمئنید به همه سوالا قرار پاسخ. امیدوارم. آقای حاجیلی فکر میکنید بیشتر سوالایی که ازتون پرسیدن راجع به چیه؟ احتمالا راجع به اعلام نتایج و پخش مسابقه است دیگه. اعلام نتایج که به زودی از طریق خود بندبازی حتما اعلام میشه و مشخص میشه، زنگ میزنم به گروهایی که انتخاب شدن، پخش هم که خب قطعا از طریق پیج بندبازی مشخص میشه دیگه. حالا میتونم یه سوال اضافه کنم؟ به نظر شما کیفیت ویدیوهایی که واسهتون فرستادن چجوری بوده؟ اولا که خیلی گروه لطف کردن و برام ویدیو فرستادن، اونایی که قابل دیدن بود و قابل این بودش که بخوایم بررسی کنیم بالای 1000 تا گروه بود، خیلی زیاد بود، به خاطر همینم خیلی طول کشیده، ولی گروه های خیلی خوبی از توشون انتخاب شده و قطعا بهشون زنگ میزنن و چالش خیلی بزرگی برای داورا داریم که بخوان از بین این همه گروه یک تعداد مشخصی رو انتخاب کنن که بیاد تو مسابقه. چرا لایو برگزار نمی‌کنی؟ خود من که خیلی اهل لایو نیستم، ولی تو پیج بندبازی فکر کنم برنامه‌ریزی شده حتما مشخص میشه. استیجی که تو پست آخرتون بود استیج اصلی برنامه است؟ خیر. فرق این برنامه با برنامه‌های استعدادیابی دیگه چیه؟ مهمترین فرقش اینه که اصلا این برنامه استعدادیابی نیست، این برنامه رقابته، یعنی ما استعدادی کشف نمی‌کنیم. اونایی که استعداد دارن و شکوفا شده یه گروهی درست کردن میان اینجا رقابت میکنن با هم، یعنی ما برنامه‌مون برنامه استعدادیابی پس نیست که بخوایم استعداد کسی رو کشف کنیم. پس یعنی همه سبک‌های موسیقی مجازه؟ خیر، همه سبک‌های موسیقی نیست. ما توی این فصل فعلا پاپ تلفیقی داریم که خود پاپ تلفیقی خب سبک‌های مختلف موسیقی پاپ رو در بر می‌گیره، ولی فعلا پاپ و پاپ تلفیقی. حالا سوالی که مربوط به ساختار برنامه است می‌خوام یکم ازتون بپرسم. مثلا اینکه هر بند با چند اجرا به مرحله نیمه نهایی میره؟ به نظرم ساختار برنامه رو لوندم الان بهتره که بریم توی برنامه مشخص بشه. آیتم مثل زنگ طلایی تو برنامه هست؟ نه اگه... نه اینو جواب ندین. اینو ساختار برنامه رو الان نمی‌گیم. ادامه یه چیزای دیگه اینا رو جواب نمی‌دیم. امکانش هست آهنگایی که گروه ها میخوان اجرا کنن شما تنظیم کنین، یا اینکه همراه گروه ها نوازندگی کنین؟ قطعاً تا فینال که این اتفاق نمیفته، خود گروه ها باید خودشون کارشون رو پیش ببرن. من شاید در روند برنامه کمکی بهشون بکنم، حالا توی تمریناشون یا اگر نکته‌ای باشه بخوام اضافه کنم براشون که بهتر بشه کارشون، ولی تنظیم نه نمیکنم. پس کمکتون میکنن. اونایی که تنبک و گیتار کار میکنن میتونن بیان و فقط بنوازن؟ احتمالاً سوالش برای این بوده که بگه که فقط گروه موسیقی باشه، یعنی خواننده نداشته باشه، یعنی فقط بخواد یه بند موزیک باشه بدون خواننده اینسترومنتال. نه، ما تاکیدمون این بوده که بندها و گروه‌ها باید حتما خواننده داشته باشن. میتونستن یه کسی رو داشته باشن که بخونه، یکیشون گیتار بزنه، یکیشون تنبک بزنه. فیلم میفرستادن حتما میومد برای بررسی، ولی ساز تنها خیلی اون برامون فرستادن، ولی ساز تنها یا گروهی که خواننده نداشته باشه مد نظرمون نیست. خب حالا شما که میگید مسابقه بندبازی مسابقه حرفه‌ایه، یعنی نوجوانان نمیتونن توش شرکت کنن؟ مگه اون کسی که حرفه‌ایه حتما با سنش بالا باشه؟ حرفه‌ای بودن به سن بالا نیست، میتونه نوجوان باشه خیلی حرفه‌ای باشه. خب حالا میرسیم به سوالای یک کم شخصی تر. عجب، حدس میزدم به اینجا برسه. پرسیدن که آیا بندبازی اجرای آقای حاجیلی رو هم میبینیم؟ در روند و طول برنامه مشخص میشه. فکر میکنم حضور ماها حتما یه اتفاقات جذابی باید رقم بزنیم با حضورمون توی برنامه، که خب ما به غیر از اجرا فکر نمیکنم جور دیگه بتونیم برنامه جذاب کنیم، ولی اینا همه تو روند برنامه مشخص. اینجور که مشخصه همه منتظر اجرای شما هم هستن. حالا میرسیم به یه سوالی که خیلی خصوصی تر. قصد ازدواج ندارین؟ برنامه از فضای موسیقی خارج شده باهایی. قصد ازدواج رو داریم، برنامه پخشه، شاید آخر تعداد بیشتری هم خوشش اومدی اتفاق بیفته. یعنی شما منتظرید که این برنامه پخش شما رو انتخاب کنه؟ یعنی هر جوری میخوام درستش کنم مثل که نمیشه. نه دیگه نمیشه. به نظرم از این عبور کنیم و بریم سوال. این سوالیه که خیلی هم پرتکرار بوده. قطعا در روند برنامه شاید ازدواج هم صورت بگیره. به امید خدا. آخرین سوال ازتون میپرسم. برای فن پیجاتون مسابقه برگزار نمی‌کنین؟ مسابقه یعنی توی بندبازی؟ نمیدونم سوالی که کردن چیه. فن پیجای من اولا خیلی به من لطف دارن، خیلی ازشون ممنونم، همیشه سنگ تموم میذارن بدون هیچ چش داشتی. شاید بتونم یه پارتی بازی بکنم اینجا با آقای بانک و تیم، فن پیجامونو به عنوان تماشاگرها توی روند برنامه بتونیم داشته باشیم. پارتی بازی نداریم؟ پارتی بازی کجا بود؟ حالا در صورتی صحبتی بکنم بتونم فن پیجامو توی تماشاگرها بتونم بیارم و باشن اینجا.
ولی به خاطر کرونا من هر از گاهی میتینگ باشون میذاشتم، به خاطر کرونا الان یک سال خورده ای که ندیدمشون، نزدیک دو ساله. امیدوارم کرونا زودتر تموم شه که فن پیجا من ببینم. پس خوش به حال فن پیجاتون. مرسی، خوش به حال من. خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون، مرسی از لطفتون. آیه بانک، کی ازدواج کنم؟ بعد میگفتم منتظرم گروه انتخاب بشه که همون گروه بیارم تو عروسی.